برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک مقام مسئول سازمان ملل اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در هنگام تصرف شماری از شهرهای عراق از سلاح شیمیایی علیه ترکمنهای این کشور استفاده کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری الفرات، کریستین ریچر، رئیس تیم تحقیقات در جنایتهای گروه تروریستی داعش در عراق و دیگر کشورهای وابسته به سازمان ملل گفته، تروریست ها مردم توز خورماتورا با سلاح شیمیایی هدف قرار دادند و آثار آن هنوز در مناطق آنها وجود دارد. منطقه توز خورماتو از توابع استان صلاح الدین در شمال عراق است که ترکمن ها حدود 40% از جمعیت 220,000 نفری آن را تشکیل می دهند. مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر نجف اشرف در ادامه فعالیت‌های فرهنگی خود سمیناری ادبی برگزار کرد. این سمینار با موضوع شعر یک محصول خلاقانه و با سخنرانی دکتر عقیل الفتلی برگزار شد و شاهد حضور جمعی از ادیبان و نویسندگان بود. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، در پی درگیری‌های قبیله‌ای در ایالت مانیپور این کشور، بیش از 50 تن جان باخته و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با این حال، منابع غیر رسمی می‌گویند آمار کشته و زخمی‌ها بیشتر از این است. خشونت‌ها از چند روز پیش و در پی آن آغاز شد که اقوام بومی علیه اختصاص امتیازاتی به قوم اصلی این ایالت اعتراض کردند و به خیابان‌ها ریختند. قوم مانیپور که بیش از 50% جمعیت این ایالت را تشکیل می‌دهد، سال‌هاست که به دنبال کسب جایگاه قانونی برای خود بوده است. دولت مرکزی هند برای اقوامی که به رسمیت شناخته شوند، سهمیه‌های مختلفی چون فرصت‌های شغلی، قبولی در دانشگاه و کرسی در حکومت‌های محلی و ملی در نظر می‌گیرد.